نام خدا هموطنان عزیزم سلام. امیدوار هستم در هر جای دنیا که هستین جور و صحتمند باشین. یک بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم از طریق چینل کابل فنس یا هواداران کابل در برنامه در جستجوی نیازمند. سپاسگزار هستم از تک تک شما نازنینا هموطنان عزیزی که در این برنامه کمک کردین و قرار است که یک بار دیگر در این برنامه با 5 فامیل نیازمند همکاری کنیم. توسط شما نازنینایی که پولایتان روان کردین، کمکایتان روان کردین و قرار است که در این برنامه 5 فامیل مواد سوخ و مواد اولیهشان در این زمستان به دست بیارن. چقدر زیباست که پیامبر اسلام میگوید که بهترین شما کسایی هستین که خیرتان برای مردم میرسه. و امروز شما هموطنان نازنینی که از طریق زی چینل کمک میکنین و خیرتان برای مردم میرسه، خداوند شما را اجر عظیم نصیب بسازه. سپاسگزار هستم قلبا از تک تک شما عزیزا. برادر ما صمیم از دنمارک، میران از لندن، برادر ما حامد از لندن، خواهر ما خدیجه از استرالیا، برادر ما عظیم عرب از سوئیس، برادر ما فواد شفا از جرمنی، برادر ما فیض الله از جرمنی، برادر ما عزیز از بلژیم، برادر ما نصر الله از جرمنی، یک برادری که کمکشان کردن و گفتن نام مرا ذکر نکنین، و همچنین از برادر ما حاجی صاحب صابر که از جرمنی کمک کرده بودند در این برنامه و قرار است که در این برنامه برای 5 فامیل نیازمند کمک صورت بگیره. کمک های ما شامل 4 بوجی زغال است، یک پای صندلی، یک لیاف صندلی، 2 بوجی آرد، 2 بوجی برنج، 2 سیر لوبیا، 2 سیر نخود، 2 سیر بوره و 2 کیلو چای سبز و همچنین 2 قوطی روغن که به ارزش 95,940 افغانی پول هموطنان ما بوده که جمع‌آوری شده، ولی ما یک لگه کمک کردیم و خریداری کردیم که متباقی از این از طرف چینل کابل فنس هدیه شده. هموطنان عزیزم بیاین که در اولین تصویر بریم به طرف مادر و در اونجا شما پکیج تصویری مشکل از این مادر را ببینین و با ما باشین. من لیلا است، در این منطقه زندگی میکنم. 4 تا طفلک هایم هست که این طفلک هایم در خانه زندگی میکنم. 2000 کرام میتونم دورم هست به خاطر کرام ارزان شانده که همه خانیش نگاه کنیم. دیگه توانایی قضیات نداریم که نمی خانه دالیز بر ما داده که فرش کنیم. این مصارف این طفلک های من دیگه توانایی قضیات ندارم که من برای ازیاد چی کنم، خرچ مصرف شده زیادتر کنم. میگم مادر فلانی نه تو دارم، او تو دارم، ما نداریم. خیر بچه شما این مدرسه بخونین، مکتب تو نبخونین. خدا می ربان است، خدا من روزی رسان است، روزی را می رسان است. شما درز بخونین که به یک جای برسین. کوشش کنید. این مدرسه شاملشان کردیم، شکر قرآن شریف هم یاد گرفتن، قرآن شریف میخوانن، مکتب هم میره بچه که کنیم. اینم خودم هم کار میکنم. اینم این روزگار زندگی این مشکلات دارم بیادر. سخت به کمکتان ضرورت دارم. 5000 پماش دارم، بسیار مسیر دور است اینجا. از شهر بسیار فاصله زیاد داره. 100 روپه کرای موترم روزانه، 100 روپه کرای موتر میتم. دیگه کم نیم ماشم به خودم میمونه. سخت به کمک ضرورت دارم. که به خاطر این مصارف طفلک های زمستان است، چوب نداریم، مشتکا کاغذ هر چیزی در بخاری می سوزانند، بازم آتشایش هم کاغذ ها را خاکستر ها را در صندلی می دازم، روز تیر می کنیم بیادر. این مشکلات زندگی ما. این پیسی قلم کتاب چکین، این ماش می گیدم، قلم می خرم، کتاب چه بخر، پنسل بخر، مقصد می رسانم بیادر. کالای نبرشم، خریده نمی تانم. همکارا کالای کنه، هر کس کمک میکنم، کالای کنه هر کس که میارم اونم کالای کار بر دجان شد میکنم، دهیدم کالای تمام، کالای نو خریدن ندارم. اولادای میگم مادر کالا بخرم، توانایی ندارم بیادم. این سخت برم، سخت دیر میشه. این روز دیگه هیچ وقت خدا به هیچ مادر نشونه. همه اگه مشکل دارن، این مشکل بسیار سر و سخت دیر میشه. اولادایم که از من چیز میخوایم، برشان دادن نمیتونم. میگم خیر بچه، ما خدا جان داریم، خدا میره بوند بچه. شما درس بخونین که از مشکلات خلاص شدیم. بسیار سخت انزیم میگم، با مشکل میرسانم. بسیار دوز اوقات پیاده میم، آخر ما که میشه که پیسی کنیم، موتر نمیمونم، باز پیاده میم دیگه. راهم بسیار دور از دیگه. از امرو دکم تو پیاده پیاده میم. یکم روز خانه یکم هم کاریم باز. میرم کالاشویی میکنم، کالایشان نمیشویم، میخوام پاکری خانهشان روز هیچ میرم پاکاری خانه از وارم میکنم، میچلانم بیادر.
هیچ آرزوهایم پوره نشده. مال میخوایم کمی، یک آرزوی دیگه آرزوی میست. آرزو دارم کمی اولادایم درس بخونه، دیگه آرزو دارم کمی روزگار ما خوب شود. همی طفلا میگن مادری چیز نداریم در خانه، او چیز نداریم، خانی از یا چیز داره، خانی ما نداره. میگم بچه‌م خیره. آرزو دارم کمی اولادایم درس بخونم، یک فرش ما بخیند سراخ سراخ انت پاره پاره است، یک تا فرش میگم دمی اولادکایم بخرم، دمی خانیم فرش پاک آور کنم، اولادایم سرش نماز بخونن. دیگه یک آرزوی مادر نمی باشه که اولادش راحت باشن. مگر من نمیتونم با آرزو باشم رسیدگی. بسیار سرم سخت هم میشه. ما سلام میکنم برای زی مادر. مادر جان سلام برای شما. میخوایم که بفهمم که این مواد که امروز شما را کمک کردیم، این مواد چقدر شما را در زمستان کمک میکنه؟ بسیار زیاد کمک کرد. بسیار زیاد از کمکتان تشکر از همکارای ما، از هموطنای ما که در خارج هستن کمک کردن. بسیار سپاسگزاری میکنم که مثل ما و مادرها را کمک کردن. خدا خیرتان بده. ان شاء الله که این مواد در زمستان بتونه که خانه تان گرم کنه. تشکر زنده باشید. و بتونین که از مواد خوراکیش هم به خاطر سیر شدن شکمتان به قلب به خاطر زمستان تشکر زنده باشین. از شما همچنان تشکر. از سلامت باشین. تشکر. مبلغ 1500 افغانی فی فامیل هم در این برنامه طبق معمول کمک میشه به خاطر انتقال از این وسایل که بتونن اینا انتقال بتن. من این مبلغ برای شما کمک میکنم. مبلغ 1500 افغانی است. هوا کمی سرد است. دستای ما یخ زده. هموطنایی که با ما مساعدت میخواهند کنند که دستکش بخرم، امی رایش است، میتونند که برای ما مساعدت کنند. این هم مادر جان، این مبلغ 1500 افغانی است که شما بتانند که ایره انتقال بدین. تشکر از شما. هموطنای نازنین هم بین که بریم به طرف فامیل دوم، مادری که در اینجا حضور داره، مادری که مشکلاتش از طریق ویدیوی ما به نشر میرسه. شما این ویدیو رو تماشا کنین و بعد از اون موادشان رو برشان تسلیم خواهد کردم. از مجبوری کرای خانه دادن نتونستم. کرای خانه دادن نتونستم. دیگه در جایی که رفتم مرا کشیدن. گفت که گفت کرای دادن نمیتونی. شویم دست پایش فلج است. خودم جوان هستم. دیگه از خدا میشه، شما میشه. قربان پای مسلمان که تا میجه محمد این ما را از نزدیک دید. خدا کمش نکنه. بندان روز شوت یارسیم بچه ایم در قصد میلرزه، دختر میلرزه، شوانم خودش دست پایش فلچ است و دست میلرزه. دیگه از خدا میشه، شما میشه. دیگه این دینی خانه زندگی میکنم. هیچ چاجت گفتن نیست. این سعی کنی که چه قسم خانه است. چهار اولاد دارم. دیگه دو تاش بچه است، یکیش دختر است. آن پلاستیک فروشی روانشان میکنم. میگم بری پلاستیک بفروشی، بیاری روز زندگی ما خوب شد. در قصد میلرد. میگم مادر کوکی خانه، کوکی صندلی، کوکی بخاری که ما بشنیم. کلگی صندلی داره، بخاری داره. ما رو که در بیرون روان میگینی یک صندلی بخاری وان که ما بشنیم. هیچ چیز نداره. حالا من پرده زدیم. نه در داره، نه دروازه داده، کرا نداره. من از این میام میگه دو نیم هزار پم. میگه گریان کردم، داده ویلا کردم، گفتم ندارم. این از این 2000 پم میتم. این از 3-4 ماه 5 ماه این کرایش هم تا قرار مانده. تم خیر بچه که کایم کار کرد بر 20-20 رفت 30 رفت جمع کردم میرم یک جایی مندازم. خیر از بود برتان کرای خانه میتم. همی اولاده کایم به سرنوشت نشه. کتابچه برشان پیسه ندارم که بخرم، قلم ندارم که بخرم برشان. میگم خیر هستم. میگم یک دایی جامعه اولاد خوب تربیه شوه. بری خیر از بچه. من مکتب تانه بخانه خدا میده و نسی روز خانه میمونه. دیگه این قسم زندگی ما از دیگه چی بگویم بچه. اولاد های من شو نان ندارم که بخونم. یا قبان جان تراشک میکنم. یا قشلقم جوش میتم. میگه خیلی از بچه بیبی های ما چه روز ها رو تیر کرد که ما نکنیم. دیگه چی بگویم؟ دیگه صبحکی شکم گشنه روانشان میکنم. بیچارا نان چای نمیبینن. اما تو شکم گشنه میخیزن میرن. میگه مادر دوجه که میریم دل ما رو درد میگره یک دیگه. دیگه پیسه رو خرج نمیکنن. باش که از کرای خانه کم نمونیم. دیگه روزگار است میچل خدا میره و تیر میشه. دیگه یگان تو میگه از گشنگی نمردیم، نه مرده استیم نه زنده استیم، همینجا هستیم دیگه.
خودم تکلیف کرده دارم، پایایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، کیسه صفرایم یک کلان شده، پیسه ندارم که میگه بیا خدا عملیات کن، پیسه ندارم که برم خدا عملیات کنم. دیگه میاردق سرم هم عمله می سرم زفت میکنم، کلا اولادایم دگرده میشنه گریان میکنم که مادر جان کاش که ما کلان میبریم، کاش که ما یک چیز پیسه پیش ما میبریم، که میگفتیم مادر تا پیش دکتر ببریم. چشم خدا باز میکنم که اولادایم کل دگردم شده گریان میکنه که پدر ما این رقم توی رقم ما چطور کنیم، کی ما رو نگاه کنه. بسیار در زندگی رنگ میبرم، رنگ میبرم که شب روز گریان میکنم، میگم ای خدایا، میگم دیگه خداوند تعالی یکی دفعه شما رو بده جان جور بده، یکی دفعه فرشته و ملائکه واری ای خدا برسان که ما رو از این وضعیت زندگی بکشه که چی حالت داریم. ای خدا شب تا صبح نماز میخوانم گریان میکنم که میگم ای خدا مام خو یک سیاسر هستم، یک سیاسر هستم که چی روز زندگی در سر اگر زغال میداشتم بهترین رو در بیرین مبرایم زغال فروشی رو سعی میکنم، میگم ای خدا کاش که زغال میداشتم که امیر صندلی میموندم که اولادایم دگردش میشه شب امیر روز خو روز تا بگاه بیرین رایشان میکنم، شب خودم خانه آرام میبودن گرم میبودن، کاش که میداشتم. مادری که زندگیش شما و قصهش از زبان خودشان شنیدین، مادری که شوهرشان مریض هستند، فلج هستند و از زندگیشان در جایی است که واقعا نمیتونیم که تصور کنیم و چیزی که حقیقت است و شما در ویدیو دیدین. برای مادر سلام میکنم و میخواهم که ازشان خواهش کنم که گریه نکنن و جگرخونی نکنن. هموطنای ما هستند که امروز شما را کمک کردن و دست شما را گرفتن، شما بر از اونا دعای خیر کنین و بگوین که در این زمستان این مواد چقدر شما را کمک خواهد کرد. زیاد دیگه خداوند تعالی اجر نصیبشان کنه، 7 دفعه مکتلای شریف رسانیشانه، خیر ببینید خداوند شما را هم کم نکنه که چقدر زحمت میکشین دیگه جای کسون خودتان میبینید گفتن نمیتونم. بله بخیر باشه که هموطنای عزیز کمک کنن بیشتر، ما بتونیم به شما کمک کنیم. خیر باشه که ما از این بیچارگی، از این رنج، از این تشویش برایم. بشک خداوند تعالی کم نکنه تن سخروی سفراز باشین. این می بر ما یک پاچه 1,000,000 است. اگر که زیاد خوش شده من اولادکای ما می که ما دمیگر بشنیم که دعا کنیم شب روز تا بگاه شب تا صبح دیگه دل ما یک میگه هر چقدر دعا کنیم بخیر. انشالله که سر از اینمی شب بخیر این صندلی را در خانه بانند که اولادا در گردش بشینن و پدر ما که مریض است خداوند شفای عاجل نصیبشون کنه. خداوند تعالی به اولادایشون روز دراز زنده باشین. الهی آمین. مبلغ 1500 افغانی هم به خاطر انتقال از این مواد مادر جان برای شما ما میتونم. این مادر جان شما میتونین که این مواد انتقال بدین. تشکر از اینکه آمدین. بیاین که بریم به طرف هموطن دیگه ما که در اینجا هستن، مادری که در اینجا هستن همراه از اینا هم صحبت کنیم. مادر جان سلام برای شما. سلام. انشاءالله صحتمند هستین. طفلک چرا گیران میکنه؟ شیر میخوره. خواه بیاین که مشکلات و درد دل از این مادر در این ویدیو ببینیم و بعد از او موادشان رو تسلیم کنیم. چه کلانم بیچاره که رفته پلاستیک سودا میکنه، پلاستیک سودا میکنه، یه روز میشه 20 روپه 50 روپه اون قدر ها میاره. همیل گاز ما نداشت، چای برکم نیم جوشک ماند، از این کمپال اینجا ماندیم باش که دخترکم بشینه گرم باشه. یعنی حالت های روز زندگی سیران میماندم چی کنه. همین دخترکم مریض از زیر نظر خواست، سه دفعه آمدیم آوردم تشنا بردم آوردم دونم ایشک ماتم کلینیک بخیزم برم. یک روز رفتم کلینیک سرم ریشخندی کرد تو چرا قم آدم هستی که نقصه دوای اولاد تخیرده نمیتنی. ما خواهد نامیل تکلیف سردردی دارم میرم میگه بر چشمای تا ماینات که گجور چیز تکلیف چشمای تست دوتا گب میزنم درم در قصد لدلرزم میشه سرم در درد میشه گب زدن نمیتانم از سردردی زیاف دسپایم لرزم میگره باران میشه چک چک هاو میچکه دو چپ تارک بند میکنه زیرش تشتک هم میمانم باش که آوایش جمع شوه باشتو که از خونک شخ میشه تو شک چرا پرد سرشان دو دانه کم بلا سرش میپردم تو شک شکک پرد دگه پرد باش که پد شوه آلیا میگه برو پیسه تا بیار بیا کالا مالای تستا بگی برا تا ایسه ما نتانستم توانی نکدم که ما برم کالای ما پیسهش جور کنم ببرم برش بتم 7,000 روپه کرای خانهش سرم چپه شده بود پیسه کرای خانه رو جور کردن نتانستم. دینه دیگر رفتم بچه یک مده بغل کرده رفتم دار نان بایی کششتم بچه این دگریان شاید تا مرده که آمد 50 روپا داد بگم شیده تو چرا ایجا شدی؟ گفتم ندانم غریب هستم از کجا کنم خواه جوان هستی چرا ایجا میشنی شوی نداری؟ گفتم شوی دارم کارش نمیشه خیز رفت گزدگه دقصه نمیشه
هموطنهای نازنین مشکلات از این مادر از زبان خودشان شنیدین، مادری که به مشکل زندگی خود سپری میکنه. بیاین که ازشان سوال کنم که این کمک ها چقدر این مادر کمک میکنه تا اینکه زمستانشان بتانن حداقل با خیال آسوده سپری کنن. مادر جان این کمک ها انشاءالله که در این زمستان چقدر شما را کمک خواهد کرد؟ بسیار زیاد میکنه بیادر. درست. شما قبلا مواد سوخت و مواد خوراکی گرفته بودین بازمستون؟ نه بیادر، هیچ چیز نگرفته بودیم. درست درست. انشالله و رحمان که ای بتانه که بیشتر شما را در این زمستان کمک کنه. مبلغ 1500 افغانی هم به خاطر زنده باشین، به خاطر انتقال از این مواد مبلغ 1500 افغانی اینه مادر چون شما میتونین که این مواد انتقال بدین. هموطنان نازنینم میریم به طرف فامیل دیگه که در اینجا حضور دارن، امراشان صحبت میکنیم. سلام برای شما مادر، خوب هستین انشاءالله؟ صدمن. بیاین که مشکلات از این مادر از زبان خودشان در این ویدیو ببینیم و بعد از او با ما باشین. سلام علیکم مادر جان، خوب هستین انشاءالله؟ خوب هستین، سلامت باشین. خب مادر جان میشه از زندگیتان بگوی، از مشکلاتتان بگوی؟ من 3 تا اولاد دارم، یک دختر دو تا بچه دارم. این نمی بیام من تو فرج هستن، هم را نمی گردن، هم گفت نمی زنن، بدرشون مزدورکاری میکنن، همو یک چیز پیدا میکنن کم شب روز ما دیر میشه، خودم هفته دو دفعه سه دفعه کالاشویی میکنم بخاطر هم کرای خانه بلا برق میدیم بلا این همی حال کرای خانه ما را مانده بلا و ما را مانده بلا برق هم از راست قدرت من نیست کنم. این ایشان مریض است، این ایشان گرفته، ایشان مریض است. من این همه قوض شد ندارم که من کالای گرم برازی ها بگیرم، دنبان بگیرم، یا را مو بشانم، یا را گرم نگاه کنم. خانه هم به این رقم یخ هست، یا هم ناجور هستن. این همه قمی هم که همی ها کمک کنن، همی ها جور شون، تداوی از یا شون، یک سرپنا بر ما جور شون، ما در ما به ما یک کمک کنن. کمی ها جور شون، ما زمین غریبی پریشانی، یا بیرون مبره همشت کار هم میزنن، کل اگه دیوانه گفت صدایشون میکنن، پس میزنیشون هم. سر از این خود نی چشمای شبکی نمیبیند، دارم لم یک سر خودم ها کم میگیرم، دنان خوردن یا چی هست باشه سر خود گرفتن نمیتونم. ایش کم لم یه سرش زبانش غرق غرق خون میشه. یک تکلیف داره که نمیدن بینی خود که دزد که غرق غرق خون میشه. اگه تکل بینیش میگیرم از دانش سر میکنه، اگه دانش پاک میکنم در چشمایش خون میره. هیچ خود گرفته نمیتونه. حالا می یک جای تداوی از یا شوه، یک جای رایشم کنه، یک همشان خورده شوه، یک کمک کتی مکنن. وقت نا وقت در نداریم، نات نداریم، روغن نداریم، هیچ چیز خدا نداریم در خانه که من میاره سیر کنم. اما قواست قدرت نمیرسه یک پنفر بگیرم شای و روز یارم ببود بسته کنم که یا خونک نخورم یا مریض نشم. اونو خانه ماست، اونو گاز ماست، اونو دیگ ماست. از او بالا اگر من چیز ندارم که من غم از یارم بخورم یا گرم یارم نگاه کنم. تاری پیش دکتر یارم؟ نه، از واس قدرتم پوره نیست. دو دفعه بردمشان گفتن که اگر تداوی کنی جور میشن، اگر تداوی کنی جور میشن. اگر از او بالا که من کرای موتر ندارم، پس یه دکتر ندارم که برم شانه غم شانه بخورم. خب خدا هم کمک کنه تا با مسلمان ها را، و ما هم کمک میخواییم به این فامیل نیازمند که واقعا احتیاج داره. دو زن طفلشان مریض هستن و به کمک شما هم بطران عزیز واقعا نیاز دارن. دخترم هم از مکتب کشیدم، کالای مکتب نداشت، بوت و پای نداشت، صوفیش خنده میکرد، گاهی چادر از یکی میپوشید، کالا از دگر میپوشید، کالا گیتا نمیدادش، گریه هم میکرد که ما در قیمت چی رقم کنم. ما هم گفتم خیز بس قدرتم که نیست بیشی در خانه باش، من خودم میرم در بیرو کار میکنم، یا من یا پدرتان یا لغمنان پیدا میکنیم، یک شب و روز ما را تیر میکنیم. این همی حال روز داریم، این همی غریبی سی نمی پریشانی را دیده میریم. یا که در پشوری مفتاده که خودم میرم در خانه مردم کار میکنم، یک لقمه نان پای دلم بیان نارام است، یا را مردم نزنه، یا دیوانه گفته کلگی زده ها میکنم. از واسه قدرتم نیست که چیزو برشون بگیرم، یا دختر از بیشم یک کلا میتر یا نان میتر نیست. بچه میگم صبر خدا بکن تا خدا بر ما برسان از یک جای ببر کار میکنم. دو تاش خوینه در کالای مردم تیر میکنم، در دختر جوانه چی رنگ نگاه کنم. خودم میرم بر روزا دستایم شخ میمونه، زست کالاشویی میکنم غریبی چی میکنم، دستایم شخ میمونه، ریماتیزم برم پیدا شد، فشار عصبی برم پیدا شد، چشمایم نمیبینه، سرم اینه تو سر خود از زست جگر خونی میکنم، مویایم وقتا سرم کل شد. بسیار روز گارم برس اگر کمک کنن مازی هر روز برم همین بولادم تداری شم.
باشم نباشم یا کی جمع میکنه یا در کوچه برشت رو که میزنیشن گل میخورن چطلی رو میخورن این در خود نمیپومن و از قدرت یک گلی رو ندارم یک تنبانه ندارم یک جور کالای گرم رو ندارم دخترم بی کالا از خودم اینت در کالای مردم شهر روز ما رو تیر میکنیم نه یک لیاف داریم نه یک فرش داریم نه یک ظرف داریم بی خیر روزگار ما تر میتن یک چیز شما همین غمی میده تا بخیر غریبی را تا قمت میکنم این همیده تا جور شوه ایتیاج مردم نمانند در کچه میزننشون در ریشت و کام میزنیشون دیوانه گفته صدایشون میکنن چی شرابش کنن چی را در جان خودن همی فامن غرغر خون میشن همتنه نازنینم درد دل از این مادر در ویدیو تماشا کردین مادری که طفلکاش معیوب هستن زحمت میکشن تا که نفقه و روزی حلال به خاطر طفلکای خود پیدا کنن بین که امرای زی مادر بگویم که مادر جان این مواد زمستانی چقدر امسال شما را کمک خواد کرد این همه قرم زمستان ما به خوبی تیر میشه به خوشی تیر میشه خدا جان جورشان بتن خانه ما یخ بود نم دارد نال روز ما را دید این همه قرم مولادکایم گرم باشن این همی به ما هزار چیز است خداوند شما را خیر بده خیر ببینن خدا جان جورشان بده کمی هر کمک هر کس کده خیر ببینین ما بخی دگه احتیاج هستم همی اولادای ما همیتر روز داره که بخی دگه روزشان بعد است درست خداوند اونا را شفای عاجل نصیب بسازه آمین. خداوند خیر بده کسایی را که با شما هم کمک کده مبلغ 1500 افغانی هم پولی است که شما به خاطر انتقال از این مواد داشته باشین خیر ببینین و آهسته آهسته میریم به طرف فامیلی که در اخیر فامیلی است که از جمله ای پنج فامیل مواد به دست میاره با ما باشین که امرا از اینا هم صحبت خواد داشتم سلام و علیکم مادر جان سلام مادر جان بین یکم پیش صحتمند هستین؟ زنده باش بچه بخیر باشین سلامت باشین مادر جان امروز شما موادی را که به دست میارین چقدر از این مواد خوشحال هستین که امروز بسیار زیاد بچم خوشحال هستین که می فکر میکنین که ما رو بخیر به نام خدا خودتان داده خیر ببینین خیر ببینین هموطنان نازنینم شما در این پکیج تصویری مشکلات از این فامیل تماشا کنین و دوباره موادشان هم برشان تسلیم خواهد کردم با ما باشین بچم که ما هیچ چیز نداریم مواد میخونین نمناک میشینم زندگی ما بخیر خراب است یک بچه ما است دیوانه است حسابش خراب است که دم خوب و خراب خود نمیفهمم جوان بچه است مقصد دیوان است یک دو تا طفل خود ریزه که دارم دگه با دگه کلش نان خور است خودم یا کالاشویی میکنم یا یک کار دیگه مقصد ام دو کار خدا نگاه کنه دیگه نمی هر چیز کسیم شده میکنم آل بیخی دیگه زهیر هم شده دستان درد میکنه پای کندکای جانیم درد میکنه نگاه سهی کارم کده نمیتونم دیگه مومینم امید خدا بینمی کمکایی که میکنند در دیگه چاره نداریم یه چیزای دیگه نداریم اینم او وایدی نمیست که نمی یک کالاشویی کنم کسی یک چیز بتا یا خودم یه جای کار کنم اونم دیوانه کراچیوانی میکنم اونم بچه دیوانه میکنم کراچی رو میتم اش خیلی بردم لب سرک هم جای کار کو که اگر کار چوه یک 30 روپیه یا 20 روپیه یا 40 روپیه کار میکنم ایران 5 تا نان کتی خود یا 2 تا نان میرم رنج است که اولاد من رو دیوانه است دیگه رنج است که در خانه چیز من ندارم همسایه مردم هستم ما مادر دختر هستیم ما هم بیوه هستم 8 اولاد دارم دیگه اولادکایم کلش خرد ریزه است که از پدر ماندن دیگه شوهرم در انتحاری که از بین رفت دیگه خودم هم کالاشویی پیدا شو میکنم در خانه مردم های نپاکی میکنم کالاشویی میکنم هر قدر که وستوانم هر چیز که میشه میکنم اولادایم خرد است از واسم پورا نیست ما براز یا یک نو نو سهی بتم یا یک چیز بتم سر یک رزگی برام جنگشان از هر صبح میشم مادر فلانی چیز میخورن ما نداره ما چی بخوریم این همین بچه یک دیوانه رو خودم میگم خیر از دو غصه رو غال نغال میکنم بیا پیسی مده اگه 20 روپیه کار کنم میگه بیا پیسی مده پس بته ایران میمانم پس 20 روپیه از این من از کجا پیدا کنم بتم بچه کلانم خوب بود پلاستیک فروشی میکرد یک چیز چی میکرد از روز که پایش تسمه سکلاندک گوش پایان کرد و بغلای پایش انا لوست توانش نمیگرده که وام برای یک چیز میز کنه نمیمانمش و میگم بر بچه این بیشنه من خودم پیدا میکنم یک ایسوسو یا غم تانه میخورم خدا میره بان از خدا از ایتیاجی میکش آخر آدم بخیر جوان شدی باز پیدا میکنی از 4 طرف
رفتم عکس پای عایشه گرفتم و گفت که تداوی دوامدار کار داره. دیگه من تداوی دوامدار کرده نتانستم. در این مسیسه چیا بردم شد سلیم سرخ کستک پایش قالب کرد. قالب با پایش داد در کرمچایش قالب من گفتی غیر دیگه پیسا باشه که در فرانسه ها کمک شده. دیگه من کمک فرانسه ها نداشتم کورا کمک کنم. پیسی زیاد نداشتم که تداوی شده. خانه سرد است دیگه در دو منزل خانه است کششتیم. خانه است که دیوالش غلطیدگی شورک میخوره زلزله واری خود صاحب خانه جواب داد گفت زمستان از برف باران میشه خانه چپه میشه برای کشت و ککای زیر خانه نشه. من اینجا آمدم اینیا را گفتم گفتم شما هم یک همسایه هستین من را هم جای بتیل که در این پلو فیلتن اون خانگه که یک بستره مستره را هم صاحب خانه مانده اون وای خدا بگویم شه بکشه مره در اون خانگه که خودن بشانه همی اولاده هم چار سبا پردیش شوه که بیشینن گرم باشن. کلش مریض است، کلش سینه و بغل است، از یک سر سلفا میکنن سینهشون نگرفتن. هموطنان نازنین، مشکلات از این فامیله شما خودتان دیدین. مادری که با 8 اولاد خود زندگی میکنه با شوهرشان در انتحاری از دست داده و شهید شده و همچنین مادری که یک اولاد دیگه هم دارن که اونا تکلیف اعصاب دارن و اینا دختر خانومشان هستن بله. و شوهرشان هم شهید شده و خداوند اینا را مغفرت کنه، خداوند بیامرزشان، خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه. مادر عزیز تشکر از این که با ما وقت دادین صحبت کردیم امرایتان. انشالله و رحمان که این کمک بتانه که در این زمستان شما فامیل محترم کمک کنه که از همی احتیاجی شما بیرون شوین. این شامل 4 بوجی زغال است، 1 پای صندلی و لیافش و 2 بوجی آرد و 2 بوجی برنج و 2 روغن و همچنین نخوت و لوبیا و بوره و چای است که انشالله و رحمان انشالله این کمکتان میکنه دیگه در ایزم استان درست؟ بله باشه اینا خیر ببینین خداوند تالا اجر نصیبشان کنه ای که دست ما را میگیره دست از یار خداوند تالا بگیره خداوند دیگه یمی کمک هایی که خیلی به ما میکنه از طرف خدا که تزیا کمک خدا خیرتان بده تشکر مبلغ 1500 افغانی هم اینی را مادر جان شما بگیرین به خاطر انتقال از این وسایل است که شما بتانین که این را انتقال بتین خدا خیرتان بده زنده باشین. هموطنان نازنینم ای بود پایان برنامه که در این برنامه توسط ای هموطنان نازنینم 5 فامیل مورد کمک قرار گرفتن. اجازه بدین که قلبا سپاسگزاری کنم از جمله ای فامیل هایی که نامشان را ذکر میکنم. برادر ما صمیم از دنمارک که مبلغ 14850 افغانی را بر برنامه کمک کرده بودند. از طرف میران از لندن مبلغ 17000 افغانی که به برنامه کمک صورت گرفته بود. از طرف برادر ما حامد از لندن مبلغ 8750 افغانی را که کمک کرده بودند. از طرف خواهر ما خدیجه از استرالیا مبلغ 9700 افغانی را کمک کرده بودند. از طرف برادر ما عظیم عرب از سوئیس مبلغ 6740 افغانی را کمک کرده بودند. از طرف برادر ما فواد شفا از جرمنی مبلغ 11000 افغانی را کمک کرده بودند و قلبا سپاسگزار هستم از مادرشان بی بی آجی همچنین که کمک میکنند با برنامه. از طرف برادر ما فیض الله از جرمنی مبلغ 7200 افغانی را کمک کرده بودند. از طرف برادر ما نصرالله از جرمنی که مبلغ 12500 افغانی را اینا کمک کرده بودند که 4000 افغانی ازی از طرف یک برادری که نخواست نامشان گرفته شود، مبلغ 8000 افغانیش از طرف خود ازی برادر نصرالله و مبلغ 5000 افغانی ازی از طرف برادر ما حاجی صاحب صابر که در مجموع 12500 افغانی بود که کمک کرده بودند به برنامه برای مستحقین. همچنین از طرف برادر ما عزیز از بلژیم که مبلغ 8200 افغانی را کمک کردند که 765 افغانی ازی از یک دوستشان بود اگر اشتباه نکنم 20 یورو میشد از طرف دوستشان کمک شده بود و اینا گفته بودند طلب دعا کرده بودند که یک مشکلی دارند که خداوند متعال مشکل از اونا را به خیر خوبی حل بسازه. خداوند متعال برای تمام از این برادرهایی که کمک کردند در این برنامه اجر عظیم نصیب کنه. اگر مشکلی دارند تکلیف دارند پروردگار متعال مشکل از اونا را رفع بسازه. اگر مریض هستند مریضای از اونا را شفای عاجل نصیب بسازه. رفتگان تمام از اینا را غریق رحمت بسازه و
اگر یک تعداد از این برادران ما گفتند که ما قبولی نیستیم، پروردگار متعال هر چی زودتر لطف و عنایت خدا کنه که اینا بتانند در اون ملک خارج که زندگی میکنند قبولیشان را به دست بیارند. هموطنان نازنینم، در مجموع مبلغ 95940 افغانی پولی بود که در این برنامه کمک شده بود و ما در مجموعا 1,00,000 افغانی را مواد خریداری کردیم که 4,060 افغانی از این از طرف چینل کابل فنس یا هواداران کابل اما تو به طور هدیه همراه هموطنان ما کمک شده بود. ناظرین ها طبق معمول در اخیر برنامه قرار داریم و قرار است که در اخیر برنامه ما براتان حسابی بتم، ماشین های حسابی بتان بکشین و با ما یک جای حساب کنین. هموطنان نازنینم، طبق وعده در اخیر ویدیو آمدیم تا براتان حسابی بتم، حسابی که شما هم باید با ماشین حساب با ما حساب کنین تا که بفهمیم که هموطنان ما که کمک کردن پول از اینا به چی مقدار در چی چیزای خرج شده. هموطنان نازنین، از جمله 9 فامیلی که در این برنامه کمک کردن، برای 5 فامیل نیازمند مبلغ 95940 افغانی را ما جمع آوری کردیم و خواستیم تا برای هموطنان ما کمک کنیم. در اصل این کمک ها بیشتر از 95940 افغانی شده که 4060 افغانی از این را توسط چینل کابل فنس یا هواداران کابل به جمع از این کمک ها از 9 فیصدی که هموطن های عزیز ما به خاطر ثبت برنامه های ما میفرستن برشان اضافه شده و می خواهیم که دانه دانه با ما شما یک جای حساب کنین. هموطن های نازنین، در این برنامه هر فامیل با چی مبلغ و چی مواد را به دست آوردن، او شامل آرد، روغن، زغال، صندلی، لیاف صندلی، برنج، لوبیا، نخود، بوره و چای است. یک فامیل حساب میکنم، بعد از او ضرب 5 میکنم در حضور داشت شما و در اخیر مبلغی که نیاز است و کمکی که جمع شده آیا به دست میه یا نمیه. هموطنان عزیز، در این برنامه هر فامیل 2 بوجی آرد به دست آورده که فی بوجی ما 1600 افغانی، ضرب 2 کنیم میشه 3200 افغانی، یعنی یک فامیل 2 بوجی 3200 افغانی. روغن یک فامیل 2 بوتل به دست آورده، فی بوتل 430 افغانی که 2 بوتلت میشه 860 افغانی. هر فامیل 4 بوجی زغال به دست آورده، فی بوجی ما 1200 افغانی، ضرب 4 میشه 4800 افغانی. 4 بوجی زغال که یک فامیل به دست آورده. یک تا لیاف ما میشه 3000 افغانی، هر فامیل یک لیاف، و یک صندلی ما میشه 800 افغانی که هر فامیل یک صندلی به دست آورده 800 افغانی. 100 افغانی صندلی های ما قیمت تر تمام شد به خاطر که هوا سرد بود، چوب قیمت شده بود، به مو خاطر 800 افغانی برای ما سودا کردن. هر فامیل 2 بوجی برنج به دست آورده، 1200 افغانی فی بوجی برنج ما میشه 2400 افغانی. هر فامیل 2 سیر لوبیا به دست آورده، فی سیر لوبیای ما 580 افغانی، لوبیای کپسولی کلان درجه اول 580 افغانی، فی سیر ما میشه 1160 افغانی دو سیرش. دو سیر نخود ایرانی دانه کلان، فی سیر 620 افغانی، دو سیر ما میشه 1240 افغانی فی فامیل. یک سیر دو سیر بوره، سیر 280 افغانی میشه 560 افغانی، یک فامیل 560 افغانی دو سیر بوره به دست آورده. چای سبز 1 کیلو، در برنامه شاید گفته باشم 2 کیلو ولی همون 1 کیلو بوده،
280 افغانی هم چای سبز. در مجموع شده 18300 افغانی پول یک فامیل. که یک فامیل 18300 افغانی را مواد به دست آورده. به این معنا که ضرب 5 فامیل باید شود. مساوی با 91500 افغانی در مجموع پولی است که همین 5 هموطن ما مواد به دست آورده. جمع 1000 افغانی هم پول کارگر هاست که میشه 92500 افغانی. 92500 افغانی ما مبلغ 1500 افغانی فی فامیل پول دادیم، پول نقد به خاطر انتقال وسایل، که 1500 افغانی را ضرب 5 کنین میشه 7500 افغانی. جمع 7500 افغانی میشه 1 لگ افغانی. اینه 1 لگ افغانی، 1 لگ افغانی شد. ولی پولی که هموطنای ما برای ما روان کرده بودن مبلغ 95940 افغانی بود. مساوی است به اگر ما از 1,95,940 افغانی را که نو هموطن ما برای ما روان کرده منفی کنیم، 4,060 افغانی از این باقی میمانه. به این معنی که 4,060 افغانی از 95,940 افغانی زیادتر مصرف شده و این پول ما نیست. این هم پول شما هموطنهای نازنین است که به خاطر فیصدی که روان میکنین برای برنامه، به خاطر ثبت خود برنامه، اونم فیصدی را سرش اضافه کردیم و مبلغ 4060 افغانی را از بجت خود فیصدی های شما هموطنهای عزیز ما پرداختیم تا که 1 لگ افغانی را پوله کنن. و این معنی که در این برنامه این 5 هموطن ما مبلغ 1 لگ افغانی را مواد به دست آوردن و خداوند اجر عظیم نصیب کنه بر از این نو فامیلی که کمک کردن در این برنامه تا هموطنهای نیازمند ما را حداقل اگر نمیتونیم که به خاطر عمر نیازشان را رفع کنیم، در امی زمستان سرد نیاز از اینا رفع شده و خداوند متعال اجر عظیم نصیب کنه به تک تک شما هموطنهای نازنینی که در برنامه کمک میکنیم. تشکر از اینکه تا ایدم تا آخر برنامه برادرتان کریم اسیر تنها نگذاشتین و برنامه رو تا آخرش تماشا کردین. به خاطر ویدیوهای بیشتر ما هم سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا ویدیوهای بعدی که یک بار دیگر در خدمتتان قرار میگیرم. شما رو به الله پاک میسپارم. اجرتان با الله متعال. خدا نگهدار. تشکر از اینکه ویدیوی ما رو تا آخرش تماشا کردین. به خاطر تماشای ویدیوهای بیشتر به اینجا کلیک کنین. یادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین و ویدیوهای ما را لایک کنین. و اگر کدام انتقاد، پیشنهاد و یا نظریه دارین به خاطر بهبود ویدیوهای بیشتر ما، او را برای ما کامنت کنین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.